امیدوارم که همگی حالتون خوب، تنتون سلامت باشه. امروز منو تو تصویر جای خاله دارید میبینید، همجوری که در جریان هستید. خاله جراحی کردن، جراحی پلک داشتن و زیاد نمیخواستم توی تصویر باشن. امروز آقا حداد تصمیم گرفته بودن تکشن خیلی خوشمزه واسه ما درست کنن، خیلی مخصوص، و گفتم که به خاله حیف ما این تکشن رو بخواییم نشون ندیم، بذاریم که همراهانم با همون کنارمون باشن. خب بعدم اینکه غیر از من شما هم از اون میل کنید و تخصصی شما سخت میشه. نه، باید امروز از این تچین تست کنید. خب آقا حداد شما منم سلام میکنم به همه دوستان. امروز افیکاتی شده فیلم بردار ما برعکس شده جام، یعنی دقیقا از لای یه دونه چشش داره ما ولی خب داره فیلم برداری میکنه، دوست نداشت بیاد جلو دوربین. باید امروز ما رو تحمل کنیم عزیزم. بردارم این میخوام که جای خود. خب بریم ببینیم چی درست میکنیم. درست کنیم. امروز من از خواب پا شدم، بعد اومدم تو آشپزخونه دیدم که آقا حداد مشغوله، میخوان غذا درست کنن. بعد انقدر غذایی که گفتن میخوان درست کنن خوشمزه است، من ازشون خواستم که ویدیو هم بگیریم. حالا این ویدیو به درخواست منه. این پرچین گوشت چه قسمت گوشت استفاده کنیم؟ راسته. پیازشونه یه ذره فلفل زدم و میخوام الان بکوبم، نمک بزنم، با زعفرون رو بندازم توی پیازا. یه ساعت بمونه بعد بریم برای تچین. تچین میخوایم یه خجالت. خجالت رو دشمن ها گوشکو؟ اینو من دیدم روی قپم بود. حتی داره هر کاری میکنه، به هر چیزی متوسل میشه که خانمش زودتر خوب بشه، آب بیوه بگیره، تچین گوشت درست کنه. خونه ای که آشپزخونه خانم توش نباشه پدر کلن دارم میگم خدمت همه، خونه بدون خانوم دوزار نمیاد. هرکی هم میگه علکی دقیقا لایک. خب گیرش بکنی میذاری تو پیازا، زعفرون هم میذارم با نمک بده. آخه گوشتای از قراغه اصلا اینقدر قضایه به نیاز به کوبیدن نبود، ولی افی بار رو درخواست کردن که ما بکوبیم. چشم. از اون ته مجلس درخواست کوبیدن داشتن. زعفرونتون داخلش چی داره؟ زعفرون؟ آره. هیچی، فقط زعفرون میزنید الان توی محله؟ نمک زدم به گوشتامونو یه ذره، یه کم زعفرون هم که گزینه اصلی گوشته. اونم تچین؟ اونم تچین. یه دوربین منم بزنم. بقیه زعفران هم میگرم دارم برای تدیگش، یعنی تای چینو. چند دقیقه بعد اینا رو میدارم توی پیازو. و
یه همش میزنم تا کاملا با پیازامو. حتی خیلی از دوستان آب زعفرون میزن داخل مایه پیاز که این اصلا اشتباهه، چون همه طعم زعفرون و پیاز میکشه به خودش. درشم یه سلیفون میکشم یه نیم ساعت بمونه استراحت کنه. افتتاحش کردیم؟ افتتاحش امروزه، مراسم افتتاحیه آبکش داریم امروز. خب برنجمون یه ذره زنده برمیداریم، سریع چک کنم. خوبه؟ نمیذارم زیاد لح بشه. برای یه نه آب سرد برای ماکارونیه. یعنی آب سرد برای برنج هم هست، بخاطر اینکه دوباره باید از اول نمیخوام الان چون زنده برداشتی. شما آب سرد میگی؟ من برنج تا حالا آب سرد نگم. این روش تو ما هم فرق داره. دیدی هر آشپزی لم خودشو داره. اوستای من کلا اعتباری بود اون جوری نیست. تمیزکاری حین کار. نگه خانمان که امروز برای ما سنگ سنگ گذاشته با دیگه نه بابا من کاری نمی کنم. خدا آقا حداد آقای فیلم برداره ما دست داریم پس میدیم پیش آقای فیلم برداره. آقای فیلم بردار دیگه آقای فیلم بردار میگم ناراحت میشم. خوبه من برای دریاچه ارومیه که خونده بودم. خب دریاچه ارومیه هم که خوش شده بود. آخه حال همه بده شاید که به دیگه رسه که دوباره دریاچه ارومیه برگرده. اینشالله برنجمون آوردم اینجا یه تکونش دادم دون شه. حالا یه تکون اندازه اون یه پیمونمونو میریزم توی معجونمون یه هم بزنم. اتو باید این باید مثلا شور نمیشه. شما هم میخوام دو نفر جوابشون رو بدم. من هنوز این استرسو دارم. من استرس اصلا ببینم دارم. شما هم مثل منید یا نه؟ من یه ویدیویی که میگیرم کاملا خسته میشم. آره استرس. چرا فکرها آره. خیلی حواسه شدم برای همه دارم. خب قابلوانا ترش روغم میریزم. این مرحله دیگه نباید آره دیگه ترچین با خوب در بیاد. ترچینه با روحلش به سفارش رفیقانو یه مقدارم کره محلی میزنم. اینو بریم که من شنبه دوباره دارم چلنج جدید شروع میکنم. گودبای پارتیه منه. من این نکتش هم خیلی مهمه که این کلم هم باید یه روغنی که میزید که یه ترچین خیلی باید داغ باشه. که به باید میکنی بیدیم و تاخت میکنی این کار خیلی بد بود ولی من این کار کرد. با علم این که میدونستم بده کردم. بده این کاری فهمیدیم یه مرحله قشنگتر. به به میچینیم اینجا ما تمام بیارم اونجا سن سنتی که چربیاش بود خانیم.
بذارم فشار بدیم کنگر قشنگ کنید و بقیه برنج رو من دست یه چیز دیگه است دوستان ببخشید من دستان تمیزه باید حرفه ای آشپزی میکنم آشپزهای حرفه ای همسر دست بخورم و صافش میکنم دوستان میشنوید دیگه پشت صحنه توصیه رو روشم تخت میکنم به یه دلیل خیلی مهم که موقعی که میخواییم برش گردونیم آها تو سینیمون نشکنه بریم دوباره این کار اشتباهه و میره به مدت 45 دقیقه الا یک ساعت دم بکشه با ولوم پایین جاش آماده کردیم منتظریم که شاهکار آقا حدادی ببینید چه کار کردن دوستان میدونید یه چیزی اینجا هست قبل از که آقا حداد برگردنه یکی از اون شما پرسیدی استرس دارین یکی از پر استرس ترین آشپزی ها اونه که بیشتر غذا تحچین باشه یا تهدیگ غذا مهم باشه نه نه به خاطر اینکه اگه خوب در نیاد همون که برمیگردونی مثلا اون پایین خب برگشتنش که میخواد خیالت راحت بشه که مطمئن باشه برمیگرده تو قابلمت نمیپاچه قبل از برگردوندن یه اینجوری تکون بدی مشخص میشه جدا شده. شده دیگه رنگ و پخته همون دیگه میریم بریم قشن سینی تو بزه بسه من خودم هم تضمین نمی کنم سه دو یه اوه خود تدیگاهی من خوشگل تر درمی باور کن خب بریم ببینیم محتویاتش چیه خب آقا حداد از چیز استفاده میکنه چیه میذارن زیر قابلمه شعله پخش من استفاده نمی کنم به 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 نگین همینجا نگرده چون گوشی من گوشی شما نیست آها عالی عالی دست شما درد نکنه گوش خوشمزه است اگه تسترمون ببینیم چی میزه بگی خانم تست کنن من به جای همگی از دوستان که دارم میبینم اول که گوشتش خیلی راحت جدا شد چون که مثلا تو این چیزای ترچنونت که اینو همه همون داریم یکی از مهمترین چیزاش که خوب شده باشه اینه که گوشتش کاملا پخته باشه این مثلا لازم سطحیم که سفت فشار بدی یه اینجوری بکنی خشن پخته خب این محله این خانه اولش خانه اول بذارم حالا ترکیبش کنیم با برنج نوشه جان راسته این قرار گوشتش نرمه از زیر جنجون اصلا شما احساس نمی‌کنید مثلا این غذا گوشتیه چون بعضی غذای گوشتی آره خیلی سفته خیلی نرم شده تو نرم نرم بعد کاملا هم طعم داره اونجوری بدون طعم نیست چه جان خیلی خالی دارم تعدیگش بخور آره راست این تعدیگش چجوری شده صداش میاد نه نوچه جان خیلی خوبه خدا رو شکر جلو مهمون خوشگلمون نگین خانم این که کلا جسفت به من قبول داره اصلا هر اومرت هم درست کنم میگه خوشمزه خیلی خوبه این که این غذای خود حرفه ای بود به خاطر همین اول هم بود داشته رو درست میکرد یه دفعه اولتون بوده قبول شد پس این چیز ویژن بود که دفعه اول بود و انقدر خوب شده آره واقعا از پشت صحنه داشت میرسید شما خیلی جاپننده خوبی بودین ان شاء الله که شما هم درست کنید و
لذت ببره. آره. البته من این تچینو گوشتش رو یه مقدارم تو ماست میخوابونم. آها. هر دوت متفاوت تر درست کردم. ماست چه فرق میکنه؟ تو ماست که میذارم خب تورت میشه دیگه، همونطور خام میذارم روی برنج. آها، صاف نمیکنم. آره. مرحله مثلا تفت دادن تو ماست میذارم. آره، مثلا تو اون پیاز اینه که گذاشتن تو ماست هم میذارم. مثل مرغ که میذاری. آها. بعد دیگه خام میذارم. آقا عداد این متفاوت بود. آقا تو پیاز تفتش بده. آره آره تفته. آره. خیلی هم خوب. خلاصه که خیلی عالی. هر کاری کردی دستتون در نکه خیلی عالی شد. میشه جان. میشه جان همه. میشه جان. خب من امروز گفتم اول برمه که مسئولیت خاله رو برعهده دارم. البته انگوش پیچ که خاله هم نمیشه. خب جانت رو عزیزم. الان اینجوری شرایط. همه رو خدای مهربون میسپارم. مرسی که این لحظه همراه ما بودین. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین، دوستش داشته باشین. حتما حتما نظراتتون رو برامون کامنت بکنید و بگید که شما تچین مرغ رو بیشتر دوست دارید یا تچین گوشت. و من که خیلی رقابت تنگ و تنگی بهشون نمیتونم بیان کدوم رو بیشتر دوست دارم. لطفا اگه این ویدیو رو هم دوست داشتین لایکش کنید و کانال اگه سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید. مرسی آقا عداد. امیدوارم که درست کنید و لذت ببرید. خب البته یکی دو تا غذای دیگه هم هست طی دوران نقاهت افی بانو میخوام درست کنم. یکی دو تا آشپزی خیلی حرفه‌ای دنیا چیز کردم، دوست داشتم برای افی بانو تست کنم. با شما هم به اشتراک بذاریم. با ما همراه باشید تا غذاهای دیگه. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار همگی.